در دو هفته گذشته در شهر سویل یا سبیا بودم، بزرگترین شهر در منطقه اندلس و چهارمین شهر بزرگ اسپانیا. در ابتدا به قصری که از زمان اعراب به جا مونده بود سری زدم و بعد هم رفتم به بزرگترین کلیسای گوتیک در دنیا، جایی که مقبره کریستوف کلمب در اونجا قرار داره. سپس در قسمت قدیمی و کوچه پس کوچه های شهر رفتم و بعد هم سری زدم به میدان گاوبازی این شهر. در آخر هم لذت بردم از هنرنمایی چند هنرمند که موسیقی، رقص و آواز فلامنکو اجرا می کردن. بعد از چند روز در شهر سویل و چند هفته در کشور اسپانیا، این شهر و این کشور رو به سمت غرب ترک کردم. رفتم به سمت کشور پرتغال. حدود 150 کیلومتر تا مرز راه داشتم. مرز اسپانیا و پرتغال در جنوب غربی اسپانیا رودخونه است به نام گوادیانا. از روی پل معلقی که بر روی این رودخونه بود عبور کردم و وارد کشور پرتغال شدم. مقصدم پایتخت پرتغال بود، شهر لیسبون یا به قول پرتغالی ها لیسبوا. از مرز تا لیسبون هم حدود 330 کیلومتر راه بود، از طریق جاده های تقریبا خلوت با کیفیت خوب. هرچه به شهر لیسبون نزدیکتر می شدم، طبیعتا به شلوغی جاده هم افسوده می شد و بالاخره بعد از حدود 480 کیلومتر رانندگی به شهر لیسبون رسیدم. در یکی از کوچکترین کشورهای اروپایی هستم که زمانی بزرگترین امپراتوری دنیا بوده و 10.5 میلیون کیلومتر مربع از کره زمین رو در اختیار داشته. برای درک بهتر این وسعت بد نیست بدونین که امپراتوری هخامنشی 5.5 میلیون کیلومتر مربع رو در اختیار داشته. این کشور همچنین یکی از پایه‌گذاران استعمار و سفرهای اکتشافی اروپاییان بوده و برای مدت زیادی قسمتی از ایران رو هم اشغال کرده بوده. در کشور پرتغال و شهر لیسبون هستم. شهر لیسبون با جمعیتی نزدیک به 3 میلیون نفر بزرگترین شهر و پایتخت کشور 10.5 میلیونی پرتغال است که در غرب قاره اروپا در کنار اقیانوس اطلس قرار گرفته. لیسبون با قدمتی حدود 2700 سال از شهرهای قدیمی دنیا و دومین پایتخت قدیمی اروپا بعد از آتن هست. در سال 711 میلادی عرب‌ها این شهر رو اشغال کردند و برای مدت 433 سال در اونجا موندند. از شهر لیسبون همچنین میشه به عنوان یکی از اولین بنادر اروپایی نام برد که اروپایی‌ها از اونجا برای کشف دیگر نقاط جهان می‌رفتند. در 10 کیلومتری غرب مرکز قدیمی شهر لیسبون در کنار رودخانه تجو برج سیمتری قرار گرفته که نماد شهر لیسبون و همچنین سمبل عصر اکتشافات اروپا است. عصر اکتشافات اروپا در حقیقت از اوایل قرن 15 تا اواسط قرن 17 میلادی بوده و اروپایی ها سوار بر کشتی می شدند و می رفتند به نقاط دوردست دنیا برای کشف مکانها و کشورهای جدید، که این امر در نهایت منجر به آغاز استعمار اروپایی ها بر دیگر نقاط دنیا شد. دقیقا همین جا در همین حوالی جایی بوده که کشتی های پرتغالی از اینجا حرکت می کردن به سمت شرق و غرب می رفتن برای کشف مکانهای جدید و وقتی هم که بر می گشتن در همین جا پهلو می گرفتن. معروفترین دریانورد و ماجراجو شخصی بوده به نام واسکو دو گاما. واسکو دو گاما کاوشگر و دریانورد پرتغالی و اولین اروپایی که از طریق دریا از اروپا به هند رفت و این سفر دریایی واسکو دو گاما نقطه عطفی شد در دوران اکتشافات اروپا و همچنین سرآغاز امپریالیسم جهانی. قصد پرتغالی ها علاوه بر دسترسی به دیگر نقاط جهان،
تجارت ادویه بود. ادویه های مانند فلفل و دارچین که برای دهه‌ها در دست پرتغالی ها بود تا اینکه دیگر کشورها هم به این بازار پرسود پیوستند. کشورهایی مانند هلند، بریتانیا و فرانسه. حدود 800 متر جلوتر بنای یادبودی قرار گرفته به نام بنای یادبود اکتشافات که بنای خیلی قدیمی هم نیست، متعلق به اوایل قرن 20 میلادی هست که در حقیقت شبیه به تاج کشتی‌های پرتغالی اون زمان ساختند و همچنین 32 تا تندیس در دو طرف این بنا وجود داره که متعلق به کاشفان، پادشاهان، دریانوردان، نقشه‌برداران و ملوانان اون زمان بوده که میشه واسکو دو گاما رو هم در ردیف سوم نگاه کرد. در جلوی این بنا بر روی زمین نقشه جهان هست که در حقیقت مسیری رو نشون میده که پرتغالی ها در اون زمان طی کردن. ما هم دیگه بریم اونجا نگاه بکنیم نقشه رو. این نقشه جهان هست که در یک فضایی به قطر 50 متر درست شده. قاره آمریکا رو میشه دید، قاره آفریقا، اروپا، آسیا و اینجا پرتغال هستش و واسکو دی گاما از اینجا سفر اکتشافیشو شروع کرده، اومده به سمت غرب آفریقا، اومده پایین آفریقا، هر جا هم که میرسیده اونجا رو یه سری بهش میزده، میگرفتن، اشغال میکردن و جنوب آفریقا اومده به سمت شرق آفریقا و شرق آفریقا واسکو دی گاما رفته به سمت هند. این مسیر اصلی بوده که واسکو دی گاما طی کرده و شده مسیر ثابت و بعدها پرتغالی ها میان در سال 1507 میلادی جنوب ایران یعنی هرمز رو اشغال میکنن برای مدت طولانی. میان میبینن عجب منطقه درست و خوبی از لحاظ استراتژی و از لحاظ اقتصادی، به همین دلیل میان این قسمت رو هم اشغال میکنن. اینجا که داشتم راه میرفتم داشتم به این موضوع فکر میکردم، واسکو دی گاما بالاخره کاشف بزرگی بوده، برای اینا خیلی مهم هستش، باعث افتخار اینا هست و کلی از این حرفا و همه جا هم میشه تندیس و بنای یادبود ایشون رو دید و هرچند که اینا خدمت کردن به امپراتوری اون زمان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، ولی از اینها به عنوان قهرمان ملی یاد میکنن، هرچند که وقتی اینا وارد چنین کشورهایی شدن در حقیقت با خشونت بوده، همراه با خشونت بوده، کلی جنایت انجام دادن، ولی از اینا به عنوان قهرمان ملی یاد میکنن و تندیس و بناهاشون رو درست میکنن، مانند همین بنا که در موردش صحبت کردم. ولی متاسفانه ما در ایران این همه زنان و مردان نیک داریم در طی تاریخ و کمبود اینها در جامعه، چه مجسمه‌شون، تندیسشون، بنای یاد بود، اسم این افراد به نظر من کمبودشون احساس میشه و امیدوارم که به زودی نام و یاد و فرهنگ این افراد جایگزین بشه و خیلی نقششون پررنگتر بشه در فرهنگ ما ایرانی ها. با هم دیگه یک دوری میزنیم تو شهر لیسبون. We'll be right back.